بر شما بینندگان محترم، هموطنان عزیز. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و سیام از ماه مارس. در روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت خدمتون هستم، همونطور که مطلع هستید، و در باب مطالب مختلف صحبت. خب از حافظ آغاز میکنیم همیشه. بله، میفرماید ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم. در باب این ازرق پوشان پیش از این قدر کافی و وافی صحبت کردیم. یا جامعه های خود رو رنگارنگ نمی کنیم و دیگری رو سیاه پوش کنیم، یعنی بغم بنشانیم و خود باشیم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و درد خود از رق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارواح هنر می شکند، تکیه اون به که بر این بحر معلق نکنیم. این بحر معلق یعنی آسمان. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجی، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ هر خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. اینجا حافظ کاملا سقراطوار قلم زده است، دوستان گرامی. بله، خب هر شبه خدمت شما که موسیقی یکی از ارکان مهم فرهنگ ایران زمین بوده است، شگفتی هم ندارد به لحاظ این که مدنیت ایران که مبتنی بر اندیشه های زرتشت نوز گرفته است، مبتنی است بر شادی و نشاط، کار و کوشش، راستگویی، پیکار با اهرمن، شادی و خوشی، و اینها لازمش موسیقی هم هست. در واقع در تاریخ می‌خوانیم که بهرام پادشاه ساسانی، بهرام گور، 12,000 نفر موزیسین از هندوستان آورد که اینها بر سر چهارراه‌های شهرها موسیقی می نواختند که مردم خوش باشند، خوش باشند. کریم خان زند هم همچنین نگاهی داشته، یعنی بعد از کشتارهای نادرشاه و بعد عادل شاه و بعد اون جنگ های داخلی و دست به دست شدن قدرت و این همه شهرها که تخریب شد و مردمان که کشته شدند و اینها، وقتی در شیراز استقرار یافت و اونجا رو پایتخت قلمداد کرد، گفت مردم رنج بسیار بردن و باید در خوشی بکوشند، و چندین هزار زن نوازنده و خواننده کریم خان در شیراز
جمع‌آوری کرده بود که برای مردم شیراز نوازندگی میکردم و در واقع روزگار خوشی به مردم ایران گذشت در دوران کریم خان زند، حدود 21-22 سال شاید. این مرد لوری که به مدرسه نرفته بود، کلاس موسیقی هنر هم ندیده بود و معنی جمهوریت رو میفهمید، حداقل میفهمید که کسی بر قدرت می نشیند خدمتگزار مردم هست، نه اینکه مردم در خدمت او باشند. آمد گفت من وکیل رعایا هستم، من وکیل شما مردم هستم، برای شما کار میکنم. بگذاریم سخن بر سر موسیقی است. باری ما داستانهای بسیار داریم از روزگار ساسانی که هم در شاهنامه فردوسی منعکس است هم در نظامی. بسیاری از این گوشه های موسیقی که معلوم نیست محتوای موسیقایی چه بوده است، اگر جام دران امروز فرض کنید که در نمیدونم اصفهان یا سگاه نواخته میشه، نامش همان نامی است که آمده، اما آیا محتوای موسیقایش این بوده؟ بسیار بعیده، به جهت اینکه این فراز و فرودها و قتل و کشتارها و این بدبختی هایی بر این ملت رفت. در روزگاران مختلف مسلما انعکاسش بسیار غم انگیز بوده و میتوان گفت محتوای موسیقای این دستگاه ها یا گوشه ها که ما از روزگار ساسانی بیاد داریم این چنین نبوده، قالبش مونده، نامش بر جای مونده. و داستان ها بسیار هست که فرض کنید یزدگرد که از تیسفون حرکت کرد چند هزار موزیسین هم به همراه داشت، چنین و چنان. و قصه های جالب در باب باربد هست، در باب بامشاد و سرخوش یا سرکش، اینها که در شاهنامه مذکور است، مینیاتورها از اینها ساختن. مقصود این که موسیقی یک امر بی اندازه مهمی بوده است و امروز به ضرس قاطع موسیقی کل منطقه از شمال آفریقا تا هندوستان جلوه های از موسیقی ایرانی در خود دارد. اگه کسی اندکی گوشش آشنا باشه با موسیقی ایرانی به هندوستان می رود این قطعات رو تشخیص میده، پرده سگاه و ماهور و چارگاه رو تشخیص میده. منتها ما نداشتیم آدمی مثل سبا که برود اونجا و شاید تکه پاره های ردیف های قدیم رو جمع آوری بکنه. مرحوم سبا هر جا می رفت با خود سوغات می آورد، مثلا همین زرد ملیجه، این یه آهنگ شمالی است که وارد ردیف های سبا شده و چقدر هم زیباست این زرد ملیجه. بگذاریم. بعد که اسلام آمد، اسلام عزیز با هر چه شادی، با هر چه خوشی، با هر چه عرض میکنن که لذت هست در این دنیا، با ذوقیات بشر مخالف، آقا یک نگاه سیاهی دارد و سیاهتر از تعلیمات خود اسلام که در کتاب مذکور است و در کتاب ها مذکور است. آخوندها نمایندگان اسلام عزیز، سیاه پوشان، اینها پیام‌آوران مرگ، پیام‌آوران وحشت، پیام‌آوران آتش، اینها عرض کنم که با هرچه مربوط به بعد معنوی انسان هست اینها مخالفن. مخالف که چه عرض کنم، دشمنن. چه مایه آثار هنری جهان رو اینها از بین بردن، مجسمه ها، ساختمان های بزرگ، قصر های بی نظیر مثل قصر قمدان در یمن و قصر های بسیار زیاد در ایران بگیرید تا هندوستان، اینا خراب کردن و زدن و از میان بردن.
به خاطر اینکه یک زمانی گفته بودند که مجسمه سازی حرام است و اینها، در روزگار پیغمبر اسلام موسیقی هم حرام است، اون چه خوشی و شادی و نشادی به انسان میدهد حرام است، اون چه به خصوص در شیعه در واقع تشویق شده است گریه است. وام تا شام گریه کنید، ما از اون پشت اموال شما رو میدوزیم خوشی میکنیم، شما گریه کنید ثواب دارن. و بعض بدین گونه نبوده. بعد از عرب عرض کنم که و ترجمه آثار یونانیان، کسانی که در موسیقی کار کرده بودن مثل فیثاغورس و اصحاب فیثاغورس، ایرانی ها گام های موسیقی رو شناختن. یک آدم بزرگ پیدا شد به نام فارابی، کتابی نوشت به نام موسیقی الکبیر که این بزرگترین کتاب در تئوری موسیقی دنیای قدیم هست، بارها ترجمه شده است، حکیم ابونصر فارابی، و مشهور است که این پرده بندی بر دوتار خراسانی رو او کرده و داستان ها هم از او بسیار هست، تعاریفی که از موسیقی به دست داده و ادوار رو توضیح داده، اینها در این کتاب هست. و رفته رفته و داشت رشد میکرد، یعنی بزرگان فیلسوفان یکی از رشته‌هایی که درش وارد میشدن که جز علوم اوسط بود، یعنی در کنار نجوم و ریاضی بود، موسیقی بود. بنابراین حکیم ابن سینا در موسیقی بسیار بسیار وارد بود. حکیم رازی کتابی داشته است، المدخل فی صناعت الموسیقی، که از سوخته از بین رفته، و اینها کارهایی بوده است که در زمینه موسیقی شده است و تأثیر موسیقی و هنر موسیقی و در واقع ساختار موسیقی ایرانی، اینا بوده است. رفته رفته مدارس طلبگی باز شد، آخوندها پیدا شدن و داستان عرض میکنم که گریه و اینها رو به میان آوردن، تعطیل شد کار بر روی موسیقی توسط بزرگان، تعطیل شد و تحریم شد تا مغول ها آمدن. مغول ها دینی نداشتن، تعصبی هم نداشتن، ضمن اون که مدنیت مملکت رو از میان برداشتن و شهرنشینی رو از میان برداشتن، اما بسیاری از علوم هم ترقی کردن. یکیش تاریخ نویسی بود، چون مغول ها به تاریخ خیلی علاقه داشتن. یکی ستاره شناسی بود، چون اینها به استرولوژی، یعنی به خرافه ستاره شناسی نه علم ستاره شناسی، علاقمند بودن. بنابراین هوشیاران و هوشمندان مثل استاد البشر خواجه نصیر الدین طوسی از اینها بودجه گرفت و در مراغه عرض کنم که رصدخانه ساخت که خرابه هاش هنوز هست، خرابه های اون هنوز هست. ما جوان که بودیم 21 دو سال که در اونجا بودم، من گاهی میرفتیم اونجا مینشستیم، این بساطی هم میگستردیم، جای شما خالی در اون روزگار جوانی، چنان که افتد و دانی، عرض کنم که از برکت اون کارخانه که حالا بسته شده حتما، و می خالصی میساخت و در اون روزگار ما اهلش بودیم مینشستیم و تجسم میکردیم که یک روز اینجا محل تردد خواجه نصیرالدین طوسی بوده و شاگردان او که از اقصانقاط گیتی می آمدن حتی تا چین، در واقع سیت شهرت این خواجه رفته بود و سایر دانشمندان، و کارها شد در اونجا. علم موسیقی هم گسترش پیدا کرد، ما نام های بزرگی داریم مثل استاد قطب‌الدین نایی. عرض بکنم که خواجه عبدالقادر مراغه‌ای که بعد از فارابی بزرگترین نظریه پرداز در موسیقی ایرانی است، دو کتاب او به نام جامع الالحان و مقاصد الالحان، اینا مهمترین هستند بعد از کتاب الموسیقی. صفی‌الدین عرمقی رو داریم و قطب‌الدین شیرازی رو داریم
در زمینه موسیقی، چون آخوندها دندان زهراگین آخوند کشیده شد. این که میبینید عبید زاکانی هرچی دلش میخواسته میگفته و نمیترسیده، چون آخوندها ضعیف شده بودن، حکام مغول بودن، اینجا اونجا آخوند به آدم حساب نمیکرده. این خواجه عبدالقادر غیبی مراغه‌ای در کتابش توضیح سازهای ایرانی میدهد. حالا چرا من این سخن رو به میان آوردم؟ چون یک مطلبی در باب استاد علیزاده گفتم. دوست عزیز نازنین خراسانی من تلفن کردن و بسیار علاقه من هستن به این استاد. من هم برای این استاد بسیار بسیار احترام دارم. آقای علیزاده بهترین استاد ماست شاید امروز در کار موسیقی و در تعلیم موسیقی و در درک موسیقی و آهنگسازی و غیره. استاد بزرگ و محترمی هستند، به اخلاق بسیار بسیار مشهور هستند و به حسن اخلاق. اینها اون چه من درس کردم این بود که مخلص شخص بنده از تکنوازی های ایشان من چیزی نمیفهمم. این نقیصه در من است نه در ساز ایشان. باری در اونجا از حدود 40 ساز نام میبره این عبدالقادر و میگوید از ترکیب این سازها اهل عمل میتوانند سازهای تازه تری هم بسازند، سازهای غریبی که ما اسمشون رو نشنیدیم، مثل دولاب فرض فرمایید یا عود شروانیان و از این قبیل. درست قبل از صفوی بوده، یعنی خواجه عبدالقادر غیبی مراغه‌ای تقریبا در روزگار حافظ بوده، همزمان با تیمور لنگ بوده و این تیمور لنگ پسرش رو میذاره در آذربایجان که اونجا حاکم باشه. چند تن از موسیقیدانان بزرگ تردد میکردن در دربار او، یکی از آنها هم عبدالقادر غیبی مراغه‌ای بوده، یکی استاد قطب‌الدین نایی بوده و چند تن دیگر. خبر دادن به تیمور که بله این فرزند شما با موسیقیدانان سر و کار دارد، یک سره میاد اونجا این اساتید رو میگیره و به دار میکشه، به دار میکشه. حافظ فرمود کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل، منظور همین تیمور لنگه. حافظ القرآن هم بوده، آدمی که در یک روز 70,000 نفر رو سر میبره و مناره میسازه، حافظ القرآن بود. در راه اسلام شمشیر میزد، مردم اصفهان رو هم سر برید در یک روز و مناره ساخت در راهی که به شیراز میرفت. اینها عبدالقادر فرار میکنه، میگریزد میگریزد و میبیند که از چنگال تیمور گریختن کار سختی است. یک روز میآید پشت خیمه تیمور لنگ، شروع میکند به قرآن خوانی به آوای خوش. امیر را میگویند خوش آمد و گفت این صدای کیست؟ گفتند همون عبدالقادر است که شما دنبالش هستین و او رو بخشید. خدا رو سپاس که این مرد خونخوار جرار این مرد بزرگ رو بخشید که این تألیفات از او باقی بماند، یعنی جامع الالحان و مقاصد الالحان. جا رسیدیم به روزگار صفوی، همه چیز کاست شد. بعضی هنرها البته خوب شد، مثل کاشیکاری و کتابسازی و عرض کنم که میناسا میناکاری و از اونجور چیزها، اما شعر و موسیقی از میان رفت به جهت اینکه پشتیبان شعر اشرافیت ایران بود. شاعر بایستی زندگی بکند، شاعر که نمیتونه برای عملگی بکند بعد شاعر هم باشد، نه، همواره بزرگان ایران، پادشاهان ایران پشتیبان شعرها بودند و شعرها هم در کار اینها مدها میگفتند، به این سبب شهرت پادشاه میشد. همواره
دربار پادشاهان بزرگ محل تردد شاعر بزرگ هم بوده. اینها اولین شاعری که آمده و در باب شاه اسماعیل شعر گفته، گفته آقا برو دنبال کار، برای من چرا شعر میگی؟ برو برای 12 امام بگو. خب برای 12 امام گفت شعر گفتن و شکم از گرسنگی وقار غور کردن که عرض کنم که با هم سازگاری نداره، اینا دست دست شروع کردن برن به هندوستان. پادشاهان هند در اون زمان ایرانی بودند و بسیار در واقع سعی صدر بیشتری داشتن از پادشاهان صفوی. اینا رو پذیرا شدن نویسندگان، فرهنگ نویسان، شعرا، فضلا، تاریخدانان دست دست فرار کردن رفتن به اونجا و گور این دانشمندان در هند هست، به خصوص در دهلی. خب اجازه بدید که من خواهش کنم امیر عزیز یه قطعه ساز زیبا از استاد الاساتید جلیل شهناز برای شما پخش بکنم و بعد برمیگردیم سری مطلب موسیقی تا به سرعت برسونیمش به روزگار قاجار، شاید یک نتیجه از این بحث حاصل شد. سالها پیش دراز مدتی ما در خدمت استاد محترم آقای مهری بودیم و مفصل این تاریخ موسیقی رو توضیح دادیم و هست نوارش هست، حالا شاید اینا رو در سایت سرزمین جاوید اونجا بگذاریم هموطنان بتوانن مراجعه بکنن. باری آخوندها که پیدا شدن در طرب بسته شد، چند اتفاق به موسیقی افتاد. یکی اون که علما، شخصیت های طراز اول که وارد موسیقی می شدن و اون رو یک افتخار می دانستن، این مطرب واژه‌ای بوده که بار سنگینی از معرفت با خودش هم می کرده. امروز به کسی که مطرب مثل فحشه. مولانا فرمود خدایا مطربان را انگبین ده، برای زر دستی آهنین ده. یا حافظ این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت، و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. بعد افتاد موسیقی دست آدمای پست و عرض میکنم فرومایه، هر جا میگرفتن میزدن، سازها رو میشکستن، سازهای بزرگ مثل چنگ و عرض میکنم سازهای دیگه منسوخ شد. این 40 و چند ساز از بین رفت، چند ساز کم صدا باقی ماند و اینا از دست شر این آخوندها که خداوند ریشه اینها رو از بن و بیخ بکند. عرض کنم که فقط در دربار صفوی شاه عباس عرض کنم که چند موسیقیدان رو، یکیش هندی بود که اون ساز مشهور هندی رو می نواخت، اینها احادیث شروع شد، باقر مجلسی پیدا شد که هر کسی ساز به دست بگیرد یک جنی به نام قفندر از پنجره میاد، خودشو میاندازه روی اون شخصی که ساز دستشه، هر عضوی از قفندر بر عضو مشابهش قرار میگیره، شروع میکنه غیرت رو مکیدن. طور این غیرت رو میمکه از این شخص نوازنده که بعد از یه ماه با نام به ناموسش دست درازی کنی غیرتش خبری نیست. و فتوا دادن از هر خانه‌ای که صدای موسیقی میاد و خانه رو بر فرقش خراب کن. و حالا شما میخواید در چنین محیطی موزارت پیدا بشه، بتهوون پیدا بشه در این فرهنگ؟ همینی هم که مونده واقعا باعث تعجبه. یه مش استاد که به خصوص متصوف بودن یا یهودی بودن، اینها این گوشه و کنار این ردیف ها رو تکه پاره نگهداری کردن در پس از کنم پرده های خانه ها. ما در شهر ما خدمتون عرض کردم معلم ما آقای ایرج موحدی فوت شدن، ایشون دستی به ویولون داشتن، گفت من این نوت سول رو روی سیم دوم ویولون پیدا نمی کردم،
یا آقای برازنده بود به ما درس میداد، درس موسیقی، البته درس موسیقی که ویولون با خودش داشت، گاهی آهنگی سر کلاس میزدیم. گفت رفتم گفتم آقای برازنده من این نوت پیدا نمی کنم. گفت حرف نزن همسایه. من برد پستو، تو پستو یه چراغموشی روشن کرد، ویولون میشه گفت ببین اینجاست، اینجاست. وقتی تو میلا رسول کوک میکنی، کوک میکنی ویولون رو، این نوت اینجا مثلا تو پستو، از ترس آخوند. یک شاهزاده از هندوستان گریخ و آمد به دربار صفوی، اونجا به افتخارش مهمانی دادن. این تابلو هنوز هست در آل قاپو یا چه تابلو هست اونجا، چند ساز هست اما تار در اونجا نیست. حالا چون استاد علیزاده استاد تار هستن، لازم آمد که من در باب تار صحبت کنم. تار یک ساز نسبتا جدید هست با این شباهت، حتی در فاصله بین آقا علی اکبر و آقا حسین قلی مدتی نبوده، میبینیم شکل تار تغییر کرده. اون که در دست آقا علی اکبر هست که نوازنده بسیار بزرگی بوده در دربار ناصری، یک ساز بسیار بسیار عقب افتاده است، شکلش، کاسش، گوشیهاش. اما دست میرزا حسین قلی میبینیم ساز درست شده، ساز یحیی دستشه، کامل شده. اما یک سره این شکل و این قیافه نمیتوانست یک شبه به وجود بیاد. ما در منشآت عبدالقادر یک سازی داریم به نام پنج تا. پنج تا یعنی پنج تار، یعنی پنج سیم، کما اینکه سه تا به معنای ستار هست. انوری میگوید هم ستا در عمل آورده به چنگ، میر عالم بشنیده از سروش. ستا، ستا که البته بعد شد چارتا، یعنی یه سیم اضافه شد، سیم مشتاق شد چارتا سیم، ستار شد چارتا سیم، پنجتا. این به نظر مخلص همون پنجتایی است که عبدالقادر نام میبره، بعد یک سیم هم درویشان اضافه کرد به تقلید از سیم مشتاق که زیر سیم بم قرار میگیره، سیم هنگام هم بهش گفته میشه. اینها از پنج تاست. میگوید که روی این میگوید به شکل گلابی است و روش پوست میکشن، در واقع پوستی که قشاک دور قلب گاو است، میگوید در میارن خوش میکنن روی میکشن. بنابراین ریشش بوده اما به این شکل نبوده و امروز مهمترین ساز ملی ایرانیان تار است. حالا میخونم از قول مرحوم استاد خالقی، روح‌الله خالقی، مرد بزرگ، اینجا در این کتاب داستان موسیقی براتون میخونم. باری از روزگار صفوی که ما جستیم، موسیقی هم تخریب شد، بخش اعظمش از یاد رفت، 12 مقام موسیقی فراموش شد. میرزا عبدالله و اینا این اواخر قاجار را کردنش 7 دستگاه. 7 دستگاه چیز جدیده، 12 مقام موسیقی بوده. هرا، اصفهان، اینا دستگاه های مفصلی بودن، در طرف کوچکشون هم بعضیشون تبدیل شد به یک گوشه در یک دستگاه. میگویم که عراق مثلا اوج افشاری رو عراق بوده مثلا، فرض کنیم اینا کوچیک شدن میشد 7 دست. باری و توجه به موسیقی چندان نبود تا بعد از کریم خان، در واقع فتح علی شاه قاجار هست توجه کرد به موسیقی. حتی ارکسترهای خانم ها، 2 ارکستر زن ها ما داشتیم در دربار فتح علی شاه، در اونجاست که ساز تار در واقع پیدا شد.
و مردمی ساز و شناختند. در ادبیات هر جا میگوید تار منظور رشته است. مولانا میگوید گاه چنگم گاه تار روز و شب. این تار به منظور ساز تار نیست، به منظور رشته است. میگوید گاهی زننده هستم گاهی خورنده. گاه چنگم گاه تارم، یعنی رشته، رشته سیم، سیم که نبود، بیشتر ابریشم بود و الیاف بود و اینها. فردوسی فرماید ز آوای ابریشم و بانگ نای، یعنی نی، سمن آرزان پیش خسرو به پا. ابریشم خیلی استفاده میشد. باری راحت علی شاه آمد، بعد ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه به موسیقی خیلی علاقه داشت. این خانواده فراهانی که اینها این میراث موسیقی رو به آیندگان رو تحویل دادن، مثل آقا علی اکبر که خیلی خیلی نوازنده بزرگی بوده، آقا غلام حسین، بعد میرسیم به مرزا حسین قلی و مرزا عبدالله و بعد فرزندانشون احمد عبادی و علی اکبر خان شهنازی. اینها خاندان فراهانی بودن و اینها میرفتن خدمت شاه ایستاده، تار ایستادن میداشتن به سینه و میزدن تون 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 میزدن. سیدیاش هست که پر شده در پاریس و اینها. مزرابات مسلسل بار سریش صدای آرشه میده، صدای آرشه میده از بس تند و سریه. عبدالحسین خان شهنازی برادر کوچکتر علی اکبر خان، فرزندان میرزا حسین قلی، این علی اکبر خان کسی بوده که این ساز رو از روی سینه و ایستاده گذاشته روی زانو نشسته و در واقع احوال فلسفی و متفکرانهی به نغمات ساز این ساز داده، چون قبل این تون 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 زده می شود. خیلی مهارت داشته میرزا حسین قلی. عارف می گوید کاسه تار بعد از او زیبت که در او عنکبوت بندد تار. یعنی بعد از او دیگه بازی عنکبوت برید، یعنی کسی دیگه نیست، کسی دیگه نخواهد شد. گوش میکنیم امروز ما اون تکنیکش رو و عرض کنم که فنش رو تحسین میکنیم، اما ذوق و حالی به ما دست نمیده. مقصود از موسیقی این است که به ما از که شنیدی به یک سیر و سلوکی بری، یک جایی بری. قنا اگه نباشه در موسیقی یک ده شاهی نمیارزه. مثل این که یک بطر شراب ما بگیریم بخوایم سرمستی کنیم خوشی کنیم، یه آب باشه فقط. قنا در موسیقی مثل همون مستی است در شراب. این که آخون میگوید قنا حرام است به خاطر همینه، نمیخواد خوشی کنیم. بعد از دوره این میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله و اینا ما یک نابغه پیدا شد در موسیقی، اونم غلام حسین درویش خان که دارالفنون رفته بود و بعد آمد نوازندگی میکرد بر شجاع السلطنه. شجاع السلطنه آدم جنایتکاری بود، از برای بچه های همین قاجاری ها فرار کرد، فرار کرد اومد رفت در منزل سفیر انگلیس، گفت من اسمم درویش خانه، موزیسینم. شجاع السلطنه آدم فرستاد گفت میروید این شست درویش خان رو میبرید، این شست که دوی ساز میشینه، چون اگه نباشه خب تار نمیشه دست گرفت. سفیر انگلیس میگوید تو میتوانی پیانو به زن من یاد بدی؟ میگه بله. میشینه یاد میده و محافظتش میکنن و خلاصه کلاسی باز میکنه. ما اون چه داریم تا 90% از اون کلاس بیرون اومده، شاگردان درویش، استاد سبا که در واقع خورشید
این آسمان موسیقی هست شاگرد غلام حسین خان درویش هست و شاگردان سبا بودن بعد همین آهنگ ها رو ساخت. این ویولونیست کمپوزر ها به قول مثل استاد تجویدی، مثل مهندس خرم، مثل حبیب‌الله خان بدیعی که البته خب مستقیما نبود و نظرشون رو درک کرد، مثل پرویز یاحقی، اینها آمدن و رادیو باز شد و ما اون چه داریم از این دوره است. تصنیف و ترانه ما اون چه داریم مربوط به همین دوره است. دولت استبدادی بود اما به کار موسیقی مردم کاری نداشت. استبدادش فقط در حوزه سیاست بود. یه آهنگسازی پرویز یاحقی کاری نداشت مگر اینکه یه کلام یه چیزی گفته میشد، یه ساواکی خودش رو دوست میکرد میگفت اینو عوض کنم، خیلی کم اتفاق میافتاد. گنجینه از شاهکارهای موسیقی ایرانی، برنامه گلها، از گلهای جاویدان بگیرید تا گلهای تازه، زیر نظر مرحوم پیرنیا، یه نازنین بزرگوار وطن دوست، در رادیو ارکسترهای شماره 1 و 2 رادیو ایران، اینا بهترین موسیقیدان اونجا بودن، استاد سوا و سایرین، آهنگ ها و تصنیف ها و ترانه ها ساخته شد که ما فقط اینا رو داریم. این 30 چند سال حکومت آخوندی یک تصنیف، یک ترانه تولید نکرده. اگر هست به بنده مطلع کنید مخلص تو تا بگم که بابا این شده، این کار شده. هرچی شده شعر چیز بوده، شعر این شاعر، شعر اون شاعر، شعر حافظ، شعر مولانا، شعر عطار، شعر ملک و شعرهای باهار. ضربش هم درش هست، کافیه شما که بالا پایینش کنی یه چیزی بخونی، یه مش کار آبکی. شاید که تو کار جدی شد از مشکاتیان شد. مرد بزرگی بود، میهندوس بزرگ و موسیقیدان بزرگی بود، استاد مشکاتی، آقای شجریان در این سخن اخیرشون گفتن دلن براشون تنگ شده. اینها کار موسیقی به ادبار رفت، چیزی بر جای نموند. استادایی که بودن یکی پس از دیگری رفتن. از شاگردان سبا امروز 2 تن زنده هم، یکی منوچهر صادقی است، دکتر منوچهر صادقی، یکی محمد حیدری، در من دیگری نمیشناسم اگر زنده هستم، شاگردان سبا. و ارکسترهای رادیو موظف بودن تصنیف و ترانه بسازن، چون ابزار تصنیف و ترانه عاشقانه است. از شب میگوید، از مژه های برگشته، از زلف یار، از عشق، از حالات عشق گفته میشه. اینا همه حرامه. گریه کنید بر حسین. ما آمدیم در این دنیا، ما ایرانی ها، که گریه کنید بر حسین. ما کاری دیگه نداریم. بدهکاری ما به حسین به این زودی تمام نمیشه. این نفت هم که تمام بشه بعد حمالی میکنیم بر حسین گریه میکنیم اگه وقت پیدا کنیم. چون نفت اگه تمام بشه صبح تا شب بعد حمالی کنیم در گذران زندگی، گریه کنیم بر اصغر، گریه کنیم بر اکبر. آقا چه خبره؟ این داستان چه داستانی است؟ این ملت میخواد زندگی کنه. 2/3 مردم ایران میگن نمیدونم دیپرشن دارن و دچار مشکلات روحی شدن از دست اینا. این طلب این آخونده از این مملکت و از این مردم چه میخوان آقا؟ چه میخوان اینا؟ کجایی هستید شما؟ برگردید برید سر گونه حسین همونجا که بودیم.
باری از بین سازهای ایرانی شاهساز ایرانی منحصر به فرد است و در جهان نظیرش نیست تاره، چون کمونچه رو کره‌ای ها میزنن، چینی ها میزنن، عرض میکنم که بسیاری جاها نواخته میشه. ستار که اصطلاحا لوت گفته میشه اینم بسیار جاها زده میشه. اینجا الو خالقی، استاد خالقی، روح الله خالقی، مرد بی‌نظیری بود جان. یعنی یک دقیقه وقت نداریم. تار در میان آلات مزراوی از همه خوش آهنگ تر است و هر چند نواقصی دارد، چنان که پوست آن در اثر تغییر هوا باعث کم و زیاد شدن صدا می شود و سیم ها چون نازک است زود به زور پاره می گردد و دسته بلند آن نواختن و مخصوصا نطخانی را مشکل می کند. خیلی خوب. ولی چون سازهای مزراوی اروپایی مانند مانتولین و گیتار صدایشان خشک است و لطف صوت تار را ندارد، هنوز سازی نتوانسته است جانشین آن بشود و برای موسیقی ما و نشان دادن حالات مخصوص آن بهترین اسباب است که دارای آهنگی مطلوب و تنین خوبی است و اگر نوازنده با مهارت و خوش سلیقه باشد تأثیر بسیار در شنونده دارد و حق این است از این ساز که فعلا برای ما جنبه ملی دارد و برای اجرای مقامات موسیقی ما نیز کاملا مناسب است به خوبی نگاهداری شود. بعد اینجا شکایت کرده که جوانان ما امروز رها کردن دنبال گیتار اینا رفتن، داستان دیگری است. این نظر مرحوم روح‌الله خالقی موسیقیدان بزرگ مملکت ما بود. باز تکرار میکنم جناب استاد علیزاده مرد بزرگی است، موسیقیدان بزرگی است، عرض میکنم وجودشون بسیار غنیمت است. همچنین استاد ظریف، اینا بازماندگان در واقع مکاتب قدیم هستن و من به هر دو درود میفرستم، به شما هموطنان هم درود میفرستم که توجه فرمودید. این قضایا بسیار بسیار مهم است. فقط راجع به آخوند و سیاست صحبت کردن نیست که اهمیت دارد که به جا نرسیده، اینا قضایا فرهنگی ماست، ما باید این داستان توجه کنیم. از امیر سپاسگزارم، از شما بینندگان عزیزم در هر جای جهان که هستید از شما سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.